عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم خیلی خوشحالم که این موقعیت رو یک بار دیگه به دست آوردم تا در قالب برنامه اینفوگرام و از کانال بهراد کیان در خدمت تک تک شما عزیزان باشم امروز میخوایم راجع به فضای رسانه داخل و خارج از کشور به صورت خیلی ویژه تر صحبت بکنیم و البته فکت ها و مستندات تصویری رو هم من زمیمه برنامه خودم میکنم که امیدوارم مورد توجه و قبول همه شما عزیزان قرار بگیره خب در این روزهای اخیر شاهد این بودیم که هم در فضای رسانه های داخل کشور و هم رسانه های اپوزیسیون درگیری های لفظی زیادی در حوزه آنچه که در بین مردم فلسطین و اسرائیل روی میده و رخ میده صورت گرفته گروهی اینها رو تروریست میدونن گروهی اونها رو تروریست میدونن و همه اینها فارق و قافل از مباحثی مثل آزادی انسانیت و اخلاق و دنبال مرافع سیاسی خودشون و سرکردگانشون هستن بذارید ابتدا از داخل کشور شروع بکنم یکی از مجریانی که باور کنید بعد از سه چهار سالی که من ایشون رو در فضای رسانه های داخل ایران میشناسم و میبینم برنامه هاش رو هنوز اسمش, اسمش رو نمیدونم چیه این یکی از معجزات صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که اناسوری رو به مخاطب معرفی میکنه که مخاطب حتی بعد از سالها تماشای تصویر اینها اسمشون رو نمیشناسه هویتشون رو به صورت دقیقی نمیشناسه و اصلا علاقه هم نداره که اسم و رسم اینها رو بخواد بدونه و بشناسه این فرد فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این فرد از شبکه افق یا شبکه سپاه پاسداران در صدا و جمهوری اسلامی اینجوری بگم بهتره فعالیتش رو آغاز کرد در ابتدا به برنامه های اون شبکه پیوست سعی میکرد اخبار روز رو تحلیل بکنه و این حرفا ولی به واسطه رفاقتش با مدیریت شبکه سه بعد از مدتی وارد شبکه سه شد در ابتدا به عنوان مشاور مدیریت این رسانه و سپس برنامه های رو تونست اختیار بکنه و در اختیار بگیره و الان برنامه صبحگاهی شبکه سه عملا تحت مدیریت و اجرای ایشون داره پخش میشه در این دو سه روز اخیر شاهد این بودم که این دوست مجری چفیه خیلی پهن و گله گشادی رو هم روی دوشش میندازه و میاد جلوی دوربین و امروز اظهار نظر بسیار بسیار عجیب و غریبی رو من از ایشون دیدم ایشون در توجیه حملات حماس به خاک اسرائیل و برحال اتفاقاتی که داره برای شهروندان غیر نظامی اون سرزمین رخ میده اومد گفتش که آقا این اسرائیلی ها مردمشون اومدن خاک فلسطین رو اشغال کردن و الان که فلسطینی ها اومدن میگن از خاک ما باید خارج بشید شما قاسب هستین و اینها این کار رو نمی کنن خروج نمی طبیعی است که ممکنه کشته بشن نمیدونم حالا البته ایشون از یه لفظ دیگه استفاده کردن گفت به جهنم که کشته بشن به جهنم که بخواد ناخونشون گوشه بکنه حقشونه که در این اتفاق میفته من اصلا با شهروندانی که در سنین امروز من و شما هستن کاری ندارم اظهار نظر ایشون رو نسبت به کودکانی که در اون سرزمین دارن زندگی میکنن و در معرض تجاوز و قتل عام قرار میگیرن رو نمیفهمم. این البته بهتون بگم این همه برنامه نیست آنچه که متوجه خاک فلسطین هم هست رو بهش خواهم پرداخت ولی این اظهار نظر از سمت مجری رسانه ملی که عملا تریبون حاکمیت ایران هست و داره سیاست های کلی نظام رو در قالب دیالوگ هایی به مخاطب خودش منتقل میکنه من میگم که اصلا میگیم زنان و مردانی که جوان میان سال یا حتی کهن سال هستن اینها آمدن اشغال کردن سرزمین و خاک فلسطین رو کودکانی که الان در سنین زیر ده سال هستند و این فجایه داره بر سرشون میاد اونا چه گناهی دارن اونا اصلا معنی قصب و مگه میفهمن و ما باید چقدر بیرحم شده باشیم که حتی نسبت به اونها انقدر نگاه وحشیانه ای رو بخوایم تبلیغ بکنیم بیایید اصلا از منظر خود حضراتی که داخل ایران هستن به موضوع نگاه کنیم ما میگیم آقا آقایون و خانوم ها و مردان و زنان میانسال و کوهن سال ساکن اسرائیل اینها همه اشغالگرن اینا همشون قاسبن اومدن خاک مردم فلسطین رو غصب کردن خب در ارتباط با کودکان زیر ده سال و زیر پانزده سالی که فجایع جنگی داره برشون تحمیل میشه که اصلا نه معنی قصب رو میدونن نه جایی رو قصب کردن نه میدونن اصلا چه اتفاقی داره در سرزمینشون میفته شما چرا نسبت به اونها انقدر نگاه ضد انسانی و ضد بشری رو دارید با بیان این خوزعبلات میخواید چی رو تبلیغ بکنید در صدر اسلام موقعی که بنی قبیله بنی قریزه به نوعی محصور شد و تحت استیلای مسلمانان درآمد زنان و دختران زنده ماندن پسران زیر پانزده سال رو هم زنده رها کردند شما چی در کجا اومدید که اصلا دیگه حاضر نیستید این موضوع رو هم بر بتابید که بابا یه بچه رو که دیگه نباید کشت وقتی شما داری با تو تانک و گلوله میری که فقط اون پدر مادر آسیب نمیبینن اون دختر اون پسر ده ساله نه ساله پنج ساله هم آسیب میبینه وقتی ما داریم میگیم جنگ بده داریم این نقاط رو هم میبینیم و شما با کمال وقاحت میای جلوی دوربین میگی که حالا یه پیرزن یه بچه مرده که مرده به درک که مرده به جهنم که مرده با این نگاه شما میخواید منادی صلح در جهان باشید با این دیدگاه میخواید اسلام رو تبلیغ بکنید این یه قصه آقای کوشکی که دیگه واقعا شورشون رو در آوردن و نمیدونم اصلا تلویزیون چی از جون ایشون میخواد یا ایشون چی از جون تلویزیون میخواد که مدام هم هست و همه برنامه ها میاد اخیرا یعنی در همین فکر کنم شب گذشته بود دوباره اومده اظهار نظر کرده میگه که حالا یه دختری تو مترو افتاده نمیدونم مشکل مغزی پیدا کرده بیهوش شده چرا باید صفر تا صد نظام بیان پاسخگو باشن چرا نباید پاسخگو باشن آقای کوشکی بچه مردم بی خود بی جهت توی مترو رفته تو کما خب باید مسئولین مترو مسئولینی که زیرفت هستن بیان پاسخگو باشن باید برای مردم اپام رو از بین ببرن شما انقدر خودتون رو دیگه صاحب وجاهت میبینید که دیگه به مردم هم پاسخگو نباشین اصلا مردم ایران یکی از دلایلی که در سال 57 انقلاب کردن بودن که دنبال دولت پاسخگو بودن ولی اینکه شما بخوای بیای بگی که اصلا دلیلی نداره ما به مردم چیزی رو توضیح بدیم حالا یه بابایی افتاده بیهوش شده دختری افتاده بیهوش شده این نگاه بدوی و غیر انسانی و وحشیانه رو شما از کجا آوردین پیشینیان شما اینجوری فکر نمیکردن بابا اون وردی با همه اون مسائلی که پیرامون نامش هست و اقداماتی که در اوایل انقلاب علیه زندانیان سیاسی انجام داد موقعی که ریختن توی مخفیگاه رجوی و نمیدونم موسی خیابانی و اینا رو همه رو ترور کردن پسر کوچک مسعود رجوی از دل اون ماجرا زنده بیرون اومد و وردی اون پسر رو اومد لای پتو پیچی تو بغلش گرفته بود و داشت مصاحبه میکرد با خبرنگار یعنی دیگه لاجوردی هم فهمیده بود که یه بچه یک سال یک سال و نیمه دخل و تصرفی در مثلا جنایت موسی خیابانی و مریم رجوی و ایکس و ایگرگ نمیتونه داشته باشه ولی شما این هم نمیفهمید این یه نکته نکته دیگر که حالا اجازه بدید حالا برسیم به جریان رسانه های اپوزیسیون من به شما بگم دوستان یک ماجرایی از سال گذشته آغاز شده ما نباید اجازه بدیم که این رسانه ها به خودشون این جرأت و جسارت رو بدن که تحلیلگرانشون کارشناسانشون و هنرمندانی که دعوت میکنن بیان با وقاحت هرچه تمام بگن که آقا اسرائیل باید تموم کنه کار رو نه کار غزه رو نه کار حماس رو اصل مطلب رو باید تموم کنه آنچه که در مرکزه رو باید از بین ببره مجلسی و شیکش میشه یعنی به ایران حمله کنه آقای شاهین نجفی اخیرا اومده میگه من نمیدونم چرا اسرائیل اقدامی انجام نمیده اسرائیل باید همه چی رو تموم بکنه نه صرفا حماس رو باید ریشه رو در مرکز بزنه مرکز کجاست یعنی منظورش ایرانه بالا زدن حماس و غزه و اینا که برای اسرائیل کاری نداره الان هم داره میزنه همونطوری که تعدادی خونواده و دختر و پسر و نمیدونم جوان و نوجوان در اسرائیل کشته شدن در هم الان دارن کشته میشن اصلا اومده تل ساختمان تلویزیون العالم رو منفجر کرده خب دیگه العالمی ها که دیگه ژنرال ارتش نیستن که نظامی نیستن اونا خبرنگاره حالا من کاری به این بازی ها و جریان های سیاسی و نظامی اینها ندارم ولی این خیلی باید پشت سرش پلیدی و حماقت و خیانت باشه که یک فردی بیاد بگه که آقا من به عنوان یک وطن پرست میگم که فلان کشور بیاد به خاک کشورم حمله بکنه مرگ بر اون و ننگ بر اون آدمی که خودش رو ایرانی به نامه و چنین آرزوی رو در سر بپرورونه شما اگر ارزه ایجاد تغییر در سیستم رو ندارین حق ندارید جامعه جهانی رو تشویق بکنید که به خاک کشورتون حمله بکنن چرا امروز مجاهدین خلقی که از منفورترین احزاب و جناهای سیاسی رو بین ایرانی ها به خودشون اختصاص دادن چرا حتی پنج درصد جامعه ایران حاضر نیست که اونها رو به رسمیت بشناسه در داخل کشور دلیلش خیلی واضحه به خاطر اینکه اونها در جریان عملیات فروغ جاویدان به زعم خودشون و عملیات مرساد به زعم نیروهای داخل ایران به خاک کشورمون تجاوز کردن دیگه تجاوز به خاک کشور با ادوات نظامی عراقی ربطی به جمهوری اسلامی و پهلوی و قاجار و صفویه و چه و چه نداره اگر چنگیز مغل در, در, این مملکت حکومت بکنه و کشوری جناهی جریانی بخواد به خاک ایران حمله بکنه همه ما باید دفاع بکنی حتی ما اگه در دوران سیطره مغلها در ایران زندگی میکردیم چون وقتی که شما داری میگی به ایران حمله کنه یعنی داری جغرافی های خودت رو در معرض تهدید قرار میدی به ایران حمله کردن تصور اولیه شدیم باشه که نه فقط میگیم پایگاه های نظامی رو بزنن یا اون جاهای استراتژیکی که حکومت اشغال کرده و اینا خودتون رو خر فرض کردید یا مردم و حضرات سلبریتی های آن سوی مرز که این گونه اظهار نظر میکنید آقای شاین نجفی شما که همینجوری در حال چرخش و تحولی بابا برو همون با شورت برو کنسرت اجرا کن نمیخواد کارشناس مسائل سیاسی بشی باید کار تموم شه باید اینا برن ریشه رو هم مرکز بزنن اسرائیل شما عملا دارید مشوق اسرائیل میشید که به خاک ایران حمله کنه شبکه منوتو دیشب مجریانش نشستن آره واقعا اسرائیل دیگه باید بیاد یه اقدامی انجام بده اینطوری نمیشه فلان بهمانه این تروریست ها دارن همه دنیا رو نابود میکنن خجالت بکشید اسرائیل بیاد به خاک کشورتون حمله بکنه که چی شما بیاد شما که الان پول و بودجهتون رو دارید میگیرید برنامه هاتون هم میسازید دلار دلار و پوند رو پوند هم دارید میذارید رو همدیگه استادیوهاتون هم که روز به روز داره بزرگتر میشه دیگه چی میخواید از جون مردم بیان به ایران حمله کنن هزار کیلومتر دو هزار کیلومتر اونورتر دو تا کشور به هم حمله کردن این ور, این اقتصاد بالا پایین تارید داره میشه اون وقت شما انتظار دارید این سیستمی که ما الان داریم بخواد علیهش اقدام نظامی هم صورت بگیره مردم چه گناهی کردن یه مش آدم نشستن تو کانادا و آمریکا و استرالیا و این ور و اون ور رو تز دارن واسه خودشون میدن شما رو یه روز تهدید کردن گفتن که آقا نمیدونم میخوایم بیایم ایران اینترنشنال رو فلان کنیم به ما کنیم همتون مهاجرت کردید رفتید یه قاره دیگه زندگی کردید شیش ماه اصلا معلوم نبود شما زنده اید یا مرده بعد حالا دارید مشاوره میدید به مقامات ارشد اسرائیلی که به خاک ایران حمله بکنن در خاک ایران چه جمهوری اسلامی حاکم باشه چه حکومت پهلوی بیاد چه حکومت قاجار باشه چه آقا محمد خان حکومت بکنه به محض اینکه به خاک ایران حمله ای صورت بگیره مردم ایران مدافعش خواهند بود ما در جریان جنگ عراق علیه ایران مگر مدافع جمهوری اسلامی کسی بود همه مدافع خاک کشورشون بودن حالا اون زمان به دلیل اینکه بخشی از جامعه یا اکثریتی از جامعه ممکن بود نسبت به حکومت هم اعتماد بیشتری داشته باشن اینا با هم ترکیب شده بود ولی امروز یا هر زمان دیگری اگر بخواد نسبت به خاک ایران کوچکترین تهدیدی صورت بگیره مردم ایران ساکت نخواهند نشست و اون افرادی که دارن حمله رو توجیه میکنن اینا خائنن یا جاسوسن یا مزدورن یا هر کوفت و زهرمار دیگری به جز وطن پرست بودن و وطن دوستی یادشون دوستانی که در سال گذشته توی کانال من بودن توی پیج من بودن اینو حتما میدونن من در سال گذشته گفتم مردم امروز میان میگن که در جریان همین مسابقات جام جهانی بود گفتم مردم امروز میان میگن که بیاید رقبای تیم ملی فوتبال کشورتون رو در جام جهانی تشویق بکنید و برای برد اونها دست بزنید به خاطر اینکه اینها مثلا تیم جمهوری اسلامی هن چه چند چند چه چند چه گفتم این آغاز کاره اگر شما امروز تن بدید به خواسته اونا اونا فردا از این مرحله عبور میکنن و میگن مردم بیایید تشویق بکنید فلان کشور رو که به خاکتون حمله بکنه و این اتفاق داره میفته به همین راحتی عملا وقتی که خودشون رو عقیم و ابتر دیدن حالا دیگه خواستشون از اسرائیل اینه که آقا برو مرکز برو ریشه رو بزن برو سر ما رو بزن برو ایران رو نابود بکن اصلا جمهوری اسلامی بهانه است همونطور که محمد رضا شاه در مرداد 57 گفت پروژه بین المللی و پروژه جهانی تبدیل ایران به ایرانستانه در اون پروسه زمانی نشد که بشه یعنی این اتفاق نیفتاد حالا انقلاب شد و بعد از اون هرچند که گرفتاری های ما در هواشی مرزیمون داشتیم ولی خب این اتفاق نهایتا خوشبختانه محقق نشد ولی الان که احساس میکنن که ایران هم به لحاظ ساختار سیاسی هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ همبستگی مردم ممکنه یه جاهایی دوچاره تزلزل شده باشه حالا میخوام بیان تیر آخر،, تیر آخر،, و تیر خلاصشون رو شلیک بکنن و هر کسی با هر تفکری در هر قالب و گروه و جناهی بخواد این ادبیات رو تبلیغ بکنه در فضای رسانه های اپوزیسیون پوزیسیون داخل کشور خارج از کشور این آدم خائنه قرار نیستش که شما بی ارزه ها پشت یک کشور دیگه سنگر بگیرید که اونا بیان به ما حمله کنن و فرش قرمز رو بندازن شما بیاید حکومت کنید نه اونا مثل کفدار میان و همه چیز رو نابود میکنن دیگه ایرانی رو باقی نمیذارن جرعت دارید جربزه دارید امکاناتش رو دارید بیاید تغییر رو ایجاد بکنید مردم در شرایط بحرانی دارن زندگی میکنن تمایل به تغییر هم دارن ولی تمایل به تغییر مثبت دارن شما میخواید تغییر منفی ایجاد بکنید این روزها مردم خیلی هوشمندانه عمل میکنه همین شماها نیروهای اپوزیسیونی باعث شدید که با خرفتی و نارس بودن و ناشی بودنتون که الان در داخل بیان شاخشونه بکشن این افرادی که در رسانه ها دارن فعالیت میکنن دارن یک نشانه ای رو تبلیغ میکنن اینه که آقا ما زورمون زیاده رقیبی هم خارج از کشور نداریم و راستم دارن میگن جلونم میدن و این وسط ما مردمیم که داریم از بین میریم رسانمون دیگه دست خودمون نیست امکاناتمون در اختیار خودمون نیست یه گروه های اقلیتی اومدن همه چیز رو تحت سیطره و سلطه خودشون قرار دادن چرا چون میگن که آقا ما رقیبی نداریم اصلا ما بریم چی بیاد و این باور رو کی در ذهن اینها ایجاد کرده همین اپوزیسیون ابتر و عقیمی که مدام آویزون این و اونه برای اینکه بیان حمله بیاید حمله کنید ما رو نجات بدید بیاید به ما با ما بجنگید که ما نجات پیدا بکنیم بیاید به ما پول بدید ما بریم کشورمون رو آزاد کنیم یه فیلمی هم امروز داشتم میدیدم فکر میکنم شاید خیلی آتون دیدید که در دقیقا سال 1979 همزمان با سال 1357 مجری تلویزیون آمریکا میاد پرچم شیر و خورشید میگیره دستش یه فندک هم میگیره زیر پرچم پرچم آتیش میزنه و پرت میکنه کف استودیو و بعد هم میگه که اونایی هم که ناراضی هم ناراحت شدن با جاده دراز خداحافظ برگردن برن کشور خودشون بعد شما میرید با اینا مذاکره میکنید که بیاید ما رو نجات بدید ما رو آزاد کنید بیایید به ما پول بدید ما بریم کشورمون رو آزاد بکنیم خودتون خندتون نمیگیره من برم با نماینده کنگره آمریکا صحبت بکنم بلکه شرایطی فراهم بشه که ما آزاد شیم یه پولی به ما بدن ما بریم نمیدونم یه صندوقی بزنیم بعد اون صندوقه صندوق اعتصابات باشه پولا رو به مردم بدیم کدوم پولا کدوم داستان یه مقدار پولایی هم که تو اروپا این ور جمع شد که پاسخی و براش داده نشد که کجا هزینه شد من نمیدونم واقعا ما با کیا طرفیم آقای شاهین نجفی شما یا خاننده ای ترانهاتو بخون تحلیلگر سیاسی باش ولی شما یا هر فرد دیگری اگر بخواد در راستای حمله به خاک ایران استراج... استراتژی طراحی بکنه سخنرانی بکنه ما دهنش گل میگیریم ما مردم این انقدر بدبختی نکشیدیم که ایران بیان ایرانستان بکنن و شماها اونور آب واسه خودتون تاپ بخورید و پولتون رو در بیارید و اشغالتونو رو بکنی البته که اسرائیل هرگز چنین حماقتی رو انجام نمیده و به خاک ایران حمله نمیکنه ولی من به شما بگم از هر دیدگاه و عقیده سیاسی و مسلکی که هستیم کوچکترین تهدیدی اگر متوجه خاک کشور ما باشه دیگه همه یه دست و یک پارچه در برابر اون حمله و در برابر اون جنگ ایستادگی خواهند کرد دیگه بحثی نیستش که کی اصلاح طلبه کی سلطنت طلبه کی نمیدونم اصولگراست کی چیه کی چی نیست کی تودهیه همه با هم می ایستن و دفاع میکنن ظاهرا بعضی از افراد ایرانی ها رو خوب نشناختن جالبه که بعضا نام خودشون رو هم ایرانی میگذارن ولی هنوز ایرانی ها رو خوب نشناختن همین مردم خرمشهر مگر در جر جریان جنگ ایران و عراق خونه به خونه سنگر درست نکردن و دفاع کردن خیلی هاشون رو اگه میرفتی تو بر خاندان و خانواده می میدیدید که بعضی از فامیلاشون عراق دارن زندگی میکنن یعنی پیوند های خیشاوندی داشتن با عراقی ها بعضا از یک تایفه و تیره و قبیله به حساب میومدن ولی مقابل حملات عراق به عنوان یک کشور متجاوز ایستادگی کردن حالا شما اگر تو اروپا و آمریکا دارن بهتون پول میدن که این خوزه رو به زبون بیارید بدونید که مردم ایران سنار نار حاضر نیستن برای این حرفا خرج بکنه شما محبوبیتتون رو دارید تنزل ببخشید شهرتتون رو دارید به شهرت سیاه تبدیل میکنید نمیدونم دیگه چی بگم از یه طرف گیره موش زامبی افتادیم که تو رسانه های داخلی دیگه آقا اصلا بمیرن که بمیرن همه آدما بمیرن نمیدونم فلان شه بهمان شه همین تفکر همین تفکر این که آقا اصلا به جهنم که بچه و پیرزن و کودک و نوجوان داره کشته میشه که تلویزیون ایران و اهالی رسانه های داخل ایران دارن تبلیغش میکنن همون ایده ایه که آقای فرخ نژاد دو سال قبل اومد گفتش که اگه 85 میلیون ایرانی هم بمیرن من این خیالم نیست فقط نمیخوام یه خط رو صورت بچه هم بیفت و حالا همشون آزادی خواه شدن اون آب اینا اینا ببینید اینا به لحاظ عقیدتی به هم متصلن یک زنجیره رو تشکیل دادن فقط یکیشون تو ایران چفیه انداخته یکی دیگهشون رفته تو آمریکا خانه امن میبره رو صحنه و به ریش همه میخنده و پولش رو جمع میکنه و پس فردا میاد بگه که آره ما رفتیم یه چند سالی اونجا بودیم ولی واقعا به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی چه حکومت خوبیه مردم تو رو خدا فریب اینا رو نخورید اگه اینا چهار پنج سال ده سال دیگه همشون برنگشتن ایران اگر بیش از قبل فعالیتشون ادامه پیدا نکرد همین الانش خیلی هاشون به غلط کردن افتادن که آقا چی شد چرا ما یه سال پیش اومدیم این حرفا رو زدیم چه کاری بود بابا میرفتیم یه شش ماه ایران بودیم کلی پول در تو این جشواره تو اون برنامه این ور اون حالا هم اومدیم اینجا این خانه امن بالاخره یه روزی تموم میشه دیگه بچه گلی به سرمون بگیریم بعد که مردم فهمیدن ما چه وسط باز و چه دو دره بازایی بودیم دیگه اون موقع چه خاکی تو سرمون کنیم که دیگه اون موقع داخل آمریکا و اروپا کسی حاضر نیست پول واسمون خرج کنه یک مثلث برمودایی درست شده رسانه های داخلی رسانه های فارسی زبان و خارج از کشور سلبریتی هایی که اصلا معلوم نیست چی هن. از کجا اومدن کجا دارن میرن یه روز این ورن یه روز اون ورن و مردم وسط این مثلث برمودا دارن از بین میرن دیگه نمیدونن بعد به کی اعتماد بکنن به کی اعتماد نکنن حرف کی رو قبول بکنن حرف کی رو قبول نکنن در هر صورت می میکنم اگر برنامه امروز یه مقدار برنامه تندی بود باید هم اینطور می بود به دلیل اینکه واقعا من خیلی برام تأصف آوره وقتی میبینم یک هنرمندی که خودش رو مردمی میدونه میاد میگه که با وقاحت عرش تمام میاد عنوان میکنه که آره اسرائیل باید کار رو تموم بکنه باید مرکز رو بزنه و و و, و, و. و. هیچ کس... کشوری تا زمانی که مردم ایران زنده من اصلا کاری به حکومت ها ندارم حکومت های بد حکومت های خوب مردم برای خاکشون برای سرزمینشون جونشون رو میدن مردم ایرانی رو ثابت کردن فرقی هم براشون نمیکنه مگر اگر جنگ هشت ساله بین ایران و عراق در زمان پهلوی بود مردم نمیرفتن از خاکشون دفاع بکنه مگر در زمان قاجار بسیاری از مردم در قالب حالا همون نیروهای سنتی که لشکرکشی میکردن و میرفتن از خاک ایران محافظت بکنن مگه حضور پیدا نمیکردن در جنگ ها با مردم ایران از این شوخی نکنید خب بهتره که برنامه رو همینجا به پایان برسونم خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون هم کلام و هم صحبت شدم امیدوارم که برنامه های بعد رو هم با همدیگه پیش ببریم من و از نظرات خودتون حتما آگاه بکنید عزیزانی هم که مایل به حمایت و دونیت هستن میتونن از طریق گزینه سوپر این کار رو انجام بدن همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدارتون